دوستان سلام من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش می کنید در طول جلسات کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که یه قطعه های ناگفته ای در اعمال و گفتار و رفتار و کنش با کنش های ما هستن که هر کدومشون به نحوی یه تاثیر بزرگ و قوی رو کیفیت زندگی ما دارن که ما خیلی هم بهشون توجه نمی کنیم بر همین تصمیم گرفتم در هر اپیزود پادکست لام تا کلام به یک کدوم از این ناگفته ها بیشتر بپردازم شما داریم به اپیزود چهارم پادکست لام تا کلام که در تیر ماه 1400 ضبط شده گوش میدین و قرار در مورد داستان چرا باز انقدر سورپرایز شدم صحبت کنیم سالها پیش من در جریان یک ماجرایی تو زندگی یک زوجی قرار گرفتم بدین ترتیب که بین این دوتا اتفاق افتاد که در واقع علتش هم آقا بود که به هر ترتیبی به تو رابطه خیلی وفادار نبود وقتی خانوم متوجه شد داد و بیداد و خیلی ناراحت شد و واکنش نشون داد و خیلی ناسزا و دشنام و بریز و به و به همه شهر بگو و بچه رو بگیر و از خونه بنداز بیرون و همه اینا که مسلما به خاطر خشم بوده یک خانم داشته من اصلا دوستان با این اتفاق کاری ندارم با خوبی بعدش هم کاری ندارم ما همه میدونیم که توی رابطه اگه هستیم باید وفادار باشیم من با اونش کاری ندارم بعد بعد از یه مدتی همه اومدن پادرمیونی کردن این دوتا رو با هم آشنی دادن دوتایی با هم آشتی کردن و برگشتن سرخون زندگی بعد از یه مدتی دوباره آقا اون خطا رو انجام داد بازم من کاری ندارم نمیگم این کار درست بوده غلط بوده هر چی بوده نباید انجام میشد اما اون خانوم به همون اندازه دوباره شروع کرد داد بیداد فریاد فقام بزن به بر بیار بشکون پرت کن خونه بیرون بچه رو بگیر همه اینا به شهر بگو همه اینا من یه توی فرصتی بود که من این آقا رو دیدم و اولین چیزی که به من گفت گفت من همینجوری عجیب موندم که چرا این همون اندازه این زن دوباره سورپرایز شد همه کارهایی که کرد این دفعه اول بود انگار نه انگار که دفعه اول اتفاق افتاده بود من از کرده خودم شرمندم ولی چرا این انقدر سورپرایز شد دوستان این جمله چرا اینقدر سورپرایز شد برای من یکی از بزرگترین درس های زندگیم بوده شاید باورتون نشه چرا برای اینکه پشتش یک ناگفته بزرگیه و من تو این اپیزود میخوام راجع این ناگفته مفصل صحبت کنم انسان ها آدمای اطرافمون و اتفاقات از همون اول نشونه ها رو به ما میدن ولی ترجیح ما خیلی وقتا اینه که یا اونا رو انکار کنیم یا نادیده بگیریم یا تو فکر خودمونی که بذار یه فرصت دیگه بهش بدم بابا حالا این الانی من اینجوری میبینم کارگوستاویون میگه انسان ها از همون در همون لحظه اول ذات واقعی خودشون رو نه الزامن با کلام بلکه با اعمالشون نشون میدن مثل چی؟ مثل موقعی که شما میرین دیت شده برین مثلا با یه نفر یه قراری داشته باشین موقع حساب کردن سر میز شام یه نگاهی میره رو صورت حساب از طرف طرف که شما قشنگ این حساب میکنین که اون آدم خیلی با این عدد الان آن کامفتبل و راحت نیست نه؟ و دیگه نه 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 احتمالا حتما پول کافی با خودش نیاورده بود یا حالا این دفعه خیلی قیمت بالا بود نه بابا این مشکلی با پول نداره یا مثلا موقع کادو گرفتن موقع کادو دادن موقع معاشرت هایی که مثلا تو جلسه خواستگاری همون اول ما یه نشونه میبینیم ولی بگیم نه 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 بدبین نباش من نمیگم بدبین باشینا من میگم نشونه ها رو نادیده نگیریم حالا بحث من کجاست؟ بحث من اینجاست که اگه ما حواسمون باشه که مسئولیت ترجیحمون رو بپذیریم ترجیحی که دادیم که انکار کنیم ترجیحی که دادیم که نادیده بگیریم یعنی حضور داشته باشیم به فرصتی که خودمون دادیم اون آدم از ما چیزی نخواسته اون آدم ساینش رو به ما داده علامت رو داده ولی ما ترجیح دادیم که یه ذره دیگه ای به هر دلیل این علامت ها رو که بارز هستن و از طرف آدما دریافت کردیم نادیده بگیریم وقتی یه نفر باز خودش رو نشون میده اون کاری که یه بار با شما به جل شما انجام داده به یه نحوه دیگه دوباره انجام میده دیگه انقدر شوکه شدن جای سوال داره میدون چرا وقتی ما انقدر خودمون رو شوکه نشون میدیم یا شوکه میشیم در واقع میریم تو قالب قربانی یک کودک قربانی که مسئولیت انتخابشو مسئولیت فرصتی که داده نمیپذیره و فقط میخواد بگه من گول خوردم ما جرای نقش قربانی رو بازی کردن در دراز مدت میتونه تبدیل به یه الگوی شخصیتی بشه و همیشه به جای اینی که مسئولیت رو بپذیریم ترجیح میدیم سورپرایز شیم حالا چرا به همون اندازه سورپرایز میشیم چون ما هم یه سهمی داریم تو روابط دیگه ما وقتی نشونه ها رو میبینیم بعد سهممون رو نشون بدیم اگه یه نفر ما باهاش داریم دیت میکنیم بیرون میریم تو نگاهش به خانمای یا آقایون دیگه یه مدلیه که ما دوستش نداریم ما اینو باید بپذیریم اگه لازمه باهاش بریم تراپی اگه لازمه روش کار کنیم بهش عنوان کنیم نه اینکه ای کنارش بگذاریم بگیم نه چیز خاصی نیست حالا رابطه همه چیزش انقدر خوبه پس اگه من ترجیح میدم می بار عاطفی بار مثبت بودن جای دیگه بیشتره ولی من ترجیح میدم تو رابطه بمونم دیگه اگه بعدا یه چیز ازش دیدم اونقدر شوکه شدن و اون همه سورپرایز شدن من داره میبره تو قالب یه آدم قربانی و مسئولیت پذیرمونو میاره پایین اگه من میبینم مثلا همکارم از ساعت کاریش میزنه یه جورایی میدزده دیگه نباید به این آدم اونقدی اعتماد کنم که بعد وقتی با منم یه کار مشابه کرد شوکه بشم سورپرایز شم اگه دوستم به راحتی پشت سر یه نفر دیگه صحبت میکنه بعد ته ذهنم یه سهمی بذارم که یه روزی هم ممکنه پشت سر من صحبت کنه مسئولیت انتخاب دوستیمو بپذیرم که اگه بعدا یه روزی بشنوم پشت سر من حرف زده انقدر سورپرایز نشم اگه یه نفر دائم جر من دروغ میگه همینطور اگه هر کسی به یه هر دلیل یه سری ارزش ها رو نداره و زندگی نمیکنه اصلا نباید عجیب باشه که بعدا اون کارو با منم بکنه باور کردنی نباید باشه که اه چرا با من این کارو کرد وقتی کسی سر وقت سر قراری نمیاد با شما چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه بابا این آدم از روز اول آن تایم نبوده چرا هر بار که باز دیر میکنه ما شاکی و عصبانی میشیم حالا برای اینا راهکار دارم اگه یه نفر یه الگوی رفتار تمام عمرش انجام داده تا به شما رسیده از این به بعدم خود انجام بده دیگه کسی که توی رابطه وفادار نیست به مثال وفاداری و رابطه رو میگم چون خیلی مثال ملموستریه برای همه تو رابطه وفادار نبوده و فقط بعد از اینی که ما فهمیدیم تازه خودش هم به ما نگفته گفته ببخشید من ما هم بخشیدیمش حالا نباید بره تراپی به نظر شما نباید مشاوره بگیره یه 20 جلسه سی جلسه نباید با هم بریم ریشه مشکل رو پیدا کنیم اگه به هر دلیل قبول کنیم که خیلی خب پس همینه اب نداره خوب شد دیگه بعدا اگه دیدیم باز دوباره این کارو کرد بعد یادمون باشه چویس خودمون بوده این انتخاب خودمون بوده نباید سورپرایز شیم نباید بذاریم به شوکه شدن نباید بذاریم به اینی که بریم تو قالب قربانی بعد قبول کنیم انتخابگر ما بودیم ما منظور من از تمام داستان سورپرایز نشدن اینی که ما سهم خودمون رو در انتخاباتمون نادیده نگیریم و یادمونم باشه که آدما با یه بار که بگن آخ ببخشید و من پشیمونم اون کافی نیست خیلی چیزا باید تو روابط به خصوص ریشه ای تر حل شه حالا یه سری جمله هست که اگه خودتون به خودتون گفتی یا اگر از بقیه شنیدین بدونین تو الگوی چرا باز همونقدر سورپرایز شده سلماز گیر کردی اونا چی هن؟ یکیش اینه که میگی چطور به خودش اجازه داد؟ یا باورت میشه یا چرا باز دوباره همون اتفاق افتاد یا من موندم همینجوری مبهوت شما لطفاً مبهوت نمون اسپانسر این اپیزود پادکست لام تا کلام فیدیبو فیدیبو یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه با فیدیبو میتونیم به بیشتر از پنجاه هزار جلد کتاب و مجله و رمان صوتی و یا الکترونیکی دسترسی داشته باشیم فیدیبو در واقع ورژن فارسی کیندل آدبله شما میتونیم با فیدیبو به تمام کتابایی که من در پادکست یا پیج اینستاگرام معرفی میکنم دسترسی داشته باشید فیدیبو برای شنوندگان پادکست لام تا کلام یه تخفیف سی درصدی تخصیص داده که شما میتونید با وارد کردن کد تخفیف سلماز به انگلیسی S O L M A Z از اون تخفیف سی درصدی تا سقف 20 هزار تومن خرید بهرمند بشید فیدیبو دوستان هدف من از این اپیزود این نیستش که دیگه به کسی که هر اشتباهی تو رابطه با شما یا تو اطرافتون میکنه هیچ فرصتی ندین بدبین باشین دیگه شمشیر سلماز بگیرین دستتون را بیفتین تو شهر نه هدف من اینه که هی پشت سر هم انرژیتون رو برای سورپرایز شدن و متعجب شدن از یک اتفاق مشخص که براش درمانی رو در نظر نگرفتید هدر ندید یه سری چیزا آدما و اتفاقات دائم به شما علامت میدن نشونه هاشون از همون اول میدن ما ترجیمون رو نبینیم تو انگلیسی در زبان انگلیسی یک ضرب المثل اصطلاحی هست که fool me once shame on you fool me twice shame on me. یعنی چی یعنی یه بار تو منو ابله فرض کردی یه بار تو با من یه کار اشتباه کردی شین بر تو باز شرم بر تو باد دفعه دوم دیگه شرم بر من من کجا من سهم من کجاست درسته؟ ما باید بپذیریم که آدم ها توی شخصیتشون خسران دارن نقص دارن و باورمون بشه که ما هم خیلی اشتباه ها داریم که با اینکه میدونیم اشتباهه با اینکه میدونیم ممکنه طرف آزار ببینه هم انجام میدیم و ممکنه که سایرین رو ناراحت بکنیم پس سهم های خودمون رو تو رابطمون ببینیم راهکار اول چیه؟ راهکار اول پذیرشه اینه که بپذیریم که طرف ممکنه این خسران داشته باشه و من این نشونه رو دیدم بپذیریم که این اتفاق ممکنه بیفته چون یه باری هم افتاده و بپذیریم که انسانهای اطرافمون انسانن و ممکنه خطا بکنن و علامتها رو به ما نشون دادن hey. تقی به توقی میخوره سورپرایز نشیم و شوکه نشیم بعد تو روابط ما میتونیم پیشگیری بکنیم چون پذیرفتیم وقتی من میپذیرم که فلانی آن تایم نیست هر بار نمیگم باورت میشه این دوباره دیر کرد میگم خب این سر وقت نمیاد من اگه میخوام پنجین خونه خودم ببینم بهش میگم چهار بیا خودم هم از چهار آماده نمیشم برای چهار آماده نمیشم خودم هم برای چهار و نیم آماده میشم اینجوری یه ساعت و نیم خریدم اعصابم آروم احساسم نمیکنم در حق من اجحاف شد شاکیم نمیشم روی آن تایم بودن این آدمم نمیتونم حساب کنم اگر انتخاب منه که باهاش به هر دلیلی معاشرت بکنم این تیک خسران و نقصان شخصیتی این آدمه من با سهم خودمم هم تو این ارتباط ببینم بعد دیگه هر بار دیگه کرد نگم باز. باز که دیگه کرد باورم نمیشه که به من بی احترامی میکنه باورم نمیشه که اینجوری شد باز همون اندازه سورپرایز نمیشم پس یکی شد اول برای اینکه تو داستان باز من سورپرایز شدم گیر نکنیم اول اینه که پذیرش داشته باشیم و بعد اینه که سنگ بنای رابطه هامونو کنش و کناش ها و تقابل های رفتاریمونو بر اساس واقعیات بذاریم نه چیزایی که میخوایم خودمون ببینیم چیزی که من میخوام ببینم آدم آن تایم و سر وقته واقعیت اینه که طرف از زمان هیچ ایده درستی تو ذهنش نداره پس برای اینی که من بخوام با این آدم معاشرت کنم بعد اول ببینم که رابطه روی سنگ بنای درستیه یا نه یعنی آیا این آدم آن تایم هست یا نه سر وقت بودن یکی از ارزش های منه این آدمه داره یا نه و بعد یه چیز دیگه هست که من بهش میگم اکشن پلان یعنی یک اقدام پیشگیرانه یک اقدام در جهت اصلاح انجام بدم اگر تو رابطم با یه پارتنرم با کسی که میخوام باش زندگی کنم میبینم یه سری ارزش های اساسی مثل صداقت مثل راستگویی مثل وفاداری ممکنی تو این آدم بلغزه برم کمک تخصصی از متخصص کمک بگیرم هی نشینم بگم مامانش بهش گفت درست میشه اگه میبینم تو خانواده اینا دور هم میشنن همه غیبت میکنن و غیبت نکردن و را و رک بودن جزو ارزش های منه به جای اینکه هر بار که اینا این کار میکنن من بگم باورت میشه اینا اینقد مشکلات اجتماعی دارن مثلا باورت میشه اینا اینقدر غیبت میکنن بپذیرم آقا این خانواده خانواده یعنی که این کارن دوست دارن قیبت کنن اگه انتخاب منه باشون باشم اکشن پلان من چیه اقدام پیشگیرانم چیه اقدام اصلاحیم چیه اینه که با به پارتنرم بگم بیا بریم پیش مشاور یا بهش عنوان کنم ببین من با این ماجرا مشکل دارم من این ماجرا رو دوست ندارم و هر بار منو آزار میده به جای که هر بار برم تو قالب قربانی ای این تو اینا من این کاری کردن ای وای باورت میشه چطور خودشون اجازه دادن چقدر به من بی احترامی میکنن به جای که هر بار اینو بگم برم دنبال اکشن پلان برم دنبال اقدام استای برم دنبال اینکه یه کاری براش بکنم و بعد بپذیرم که بعضی از آدما نمیخوان تغییر کنن یا شاید به کلام بگن ولی در عملشون تغییری وجود نداره کارگوستابیونگ یونگ میگه اینو میگه نگاه کنین عمل آدم ها رو اینقدر دنبال کلامشون نباشین کلام معنایی نداره اگه پشتش عملی نباشه مثلا اگه یه نفر به شما میگه من خیلی دوستتون دارم من عاشقتم من برات میمیرم و همه اینا ولی وقتی میرسه به کادو خریدن حتی فکر نمیکنه شما چی دوست دارین حالا به جز قیمتش اصلا یه چیز بی ربط برای شما کادو میخره که فقط یه کادو خریده باشه اون وقته که شما میدونین که دوست داشتن ایشون اون مدل دوست داشتنی که شما براتون مهمه نیست این آدم به شما نشونه رو داده فقط شما کافیه ببینید و بعد تصمیم بگیرید آیا من همچنان میخوام با این آدم باشم آیا من هنوز ارزشان با این ارزشان این آدم یکی هست اگه تصمیم گرفتین بمونین چه بهتر هیچ مشکلی نیست ولی دفعه بعد که دوباره همون کارو کرد که برخلاف ارزش شماست بر به خودتون بگیم وای چرا این آدم اینجوریه چرا نمیفهمه چرا باز با من این بی احترامی کرد نه سورپرایز میشید به اندازه دفعه اول نه انقدر شوکه نه انقدر همه اطرافیانتون رو قلقم میکنیم میگه آقا من خودم تصمیم گرفتم من روز اول دیدم انرژیتون رو برای چیزی که از اول یه بار دیدید هدر نمیدید من همیشه اتفاقات داستانها رو برای کلانت با یه مثال ملموستر میکنم برای این داستان چرا باز همونقدر سورپرایز شد مثالم دیوان کریستاله تصور کنین شما یه جایی ایستادین یه لیوان کریستال دستتون رو دارین آب میخورید به هر دلیلی دستتون میلغزه و لیوان از دستتون میفته زمین و پودر میشه میشه خورد خاکشیر شیر نگاه میکنیم میگیم وا چه خوردی شد چقدر تیکه های ریس شد وای همه جا پر از خورد شیشه شد وای چجوری تمیز کنیم سرپرایز میشه دیگه شوکه میشید و حالتون بد میشه حالا تصور کنید دوباره یه روز دیگه یه لیوان کریستال دیگه دستتونه پاتون میلغزه و دوباره از دستتون لیوان میخوره و پودر میشه اگه این دفعه هم همون اندازه شما سورپرایز شین وای باورت میشه لیوان از دستم افتاد وای چرا اینجوری شد وای من موندم چرا باز همون اتفاق افتاد وا... همون اندازه که سورپرایز بشین یعنی شما درس اینی که کریستال اولا که شکننده است دوم اینکه جای خیس و زمین لیز نواد وایسید سوم با صفر نگرش دارین چهارم اگه بیفته زمین چی میشه خورد میشه میشه پودر خاکشیر پس دوباره ما درس اینو نگرفتیم حواستون باشه بابت اتفاقاتی که جهان هستی و آدمای توش یه بار بهتون نشونن نشون میدن نباید انقدر انرژی سورپرایز شدن بذاریم و راه حل چیه یک پذیرش دو اقدام اصلاحی این اپیزود رو با یه جمله از جان فردریکسن به پایان میرسونم میگه امید به اینکه واقعیت غیر واقعیت شود امید نیست انکار است شما کجای زندگیتون واقعیت رو انکار میکنید و دائم احساس میکنید سورپرایز میشید با من در میون بذارید دلتون شاد و تنتون سلامت